من در احترام به این ایده خوب بچه ها که هر کس از یک زاویه به محاکمه و عدم کفایت بپردازه، صرفا میخوام در مورد فساد اقتصادی در دولت‌های 11 و 12 بپردازم. البته من معتقدم که فساد در دولت تدبیر و امید سیستماتیک نیست و بعضا اتوماتیکه، یعنی شما دیفالت فساد داره اتفاق میفته مگر اینکه کسی جلوش رو بگیره. حالا این شوخی متاسفانه جدیه و باید گریه بکنیم، چون من براش چندین مثال و فکت و سند دارم که به چند تاش اشاره میکنم. ما در لایه منصوبین و خانواده ها و اطرافیان مسئولین این دولت اگر سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، اگر تو لایه مدیران ارشد سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، مدیران میانی و و و. شما از برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور بگیرید تا پسر آقای آخوندی، تا دختر آقای نعمتزاده، تا داماد آقای شمخانی و و و، تو رسانه ها، تو دادگاه ها و دادسراها پرونده دارن، یعنی یا محکوم شدن یا در حال تحقیقات و غیره. این مثالا رو من از دو بعد میخوام بهش توجه بکنید و بهش فکر بکنید. یکی پراکندگی و گستردگی این اتفاق، یعنی فساد اقتصادی و تخلف اداری، و نکته مهمترش حمایت و امنیت این مفسدین از سوی مدیران بالاسری و به طور عام توسط رئیس جمهور. تو عمده این مثالها این دو بعد رو توجه بکنید، یعنی ما هم تو لایه برادر معاون رئیس جمهور و برادر رئیس جمهور مفسد داریم، هم تو لایه مدیران میانی که مثال میزنم. همین که اینها مورد حمایتن و اگر یک اتفاق بیرونی شبیه قوه قضاییه وجود نمی داشت، هیچ وقت ما اینها رو تو تریبون دادگاه و یا تو رسانه ها به عنوان مفسد اقتصادی نمیشناختیم. جمله آقای اژه‌ای که کسی دست به برادر من بزنه کشور رو به هم میریزم و قیام میکنم و چه میدونم، از این اتفاقات که در مورد حسین فریدون به کار رفته. سفر اخیر آقای روحانی به کرمان که برادر آقای جهانگیری همراه ایشون بود به عنوان یه متهم کلان اقتصادی و مثال‌های مختلفی از منصوبین که سر جای خودش. من میخوام به طور مشخص در مورد مدیران ارشدی که گلوگاه هستن تو دولت مثال بزنم. یه نمونه خیلی مهم که به نظر من در واقع میشه اونو جعبه سیاه مفاسد دولت ها دونست و به طور مشخص توی این دولت، رئیس سازمان خصوصی سازی. تک تک این خصوصی سازی هایی که اتفاق افتاده و درش یک طرف کارگرها بدبخت و بیکار شدن و یک طرف سرمایه های ملی غارت شده و یک طرف دیگه امثال مشقربون علی ها ثروتمند شدن، قابل بحثه و هر کدومشون یک کیس فساده. اما من دو تاشو میخوام مثال بزنم و ارتباطشون با هم دیگه رو ببینیم و نسبت این اتفاق با آقای رئیس جمهور رو. آقای پوری حسینی سال 84 از سازمان خصوصی‌سازی کنار میره، تا اون موقع رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود در دولت دوم آقای خاتمی. یک ماه بعد از برکناریش از سازمان خصوصی‌سازی، مجتمع گوشت اردبیل، یکی از پولسازترین شرکت‌های این حوزه که روزی 4000 ظرفیت کشتار دام داره، به خود ایشون واگذار میشه. یعنی من اینجا تو دولتم مقدمات یه خصوصی‌سازی رو فراهم می‌کنم، میرم بیرون به خودم واگذار میشه. چقدر؟ 4 میلیارد تومان. امروز بیش از 100 میلیارد تومان ارزش اون مجتمعه و اقساط همون 4 میلیارد تومان پرداخت نشد. این آقای پوری حسینیه، یک کیسش رو مثال دادم، یک کیس دیگر رو در ارتباط با این. کشت و صنعت مقان بزرگترین هلدینگ اقتصادی خاورمیانه است. 63000 متر مربع زمین زراعی داره که حاصلخیزترین زمین‌های زراعی کشوره. این مجموعه که توی یه تخمین 10000 میلیارد، توی کمترین تخمین که مال دیوان محاسبات 4000 میلیارد تومان میارزیده رو ایشون واگذار کرده 1760 میلیارد تومان. فقط تقسیم بر متراژ زمین‌هاش بکنی، زمین‌ها رو فروخته متری 2800 تومان. با 2800 تومان شما یه پفک نمیدن. به کی؟ به یکی از شرکت‌های فروشنده همون مجتمع گوشت اردبیل. اینه ها اون اتفاقه. یعنی من 10 سال پیش یه چیزی از یکی خریدم، پولشو ندادم، الان باید جبران بکنم. در مقام چی؟ در مقام رئیس سازمان خصوصی‌سازی. وزیر اقتصاد رو میکشونن مجلس که آقا این افتضاحات چیه؟ ایشون رو عوض کن. ایشون قول میده عوض بکنه. جلسه بعدی میگه آقا زورم نرسید، شخص رئیس جمهور پشت ایشونه. آقای پوری حسینی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد این دولت که رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در آذربایجان شرقی بوده در انتخابات‌ها، یه جعبه سیاهه که ما منتظر دادگاه علنیش هستیم
که این چالش هایی که ما در شفافیت در اسپانسرهای انتخاباتی و پول هایی که تو انتخابات ها خرج میشه رو ما امیدواریم تو دادگاه ایشون بتونیم براش حل مسئله پیدا بکنیم، جوابمون رو بگیریم. چون یه چیزی که تو کشور ما وجود نداره اینه دیگه، آقا پول انتخابات ها از کجا میاد؟ همین الان ایام انتخاباتیم دیگه، این منحصر به آقای روحانی نیست، ما الان داریم در مورد آقای روحانی حرف میزنیم، در مورد قالیباف هم مطرحه، در مورد همه کاندیداها مطرحه. الان آقای روحانی شما تو 92 خرج انتخابات تو از کجا آوردی؟ تو 96 از کجا آوردی؟ به نظر من دستگاه قضایی که میخواد به این سوال جواب بده میتونه با دست گذاشتن روی کیس فوری حسینی به یه سری از جوابها برسه. چه ارتباطی بین خصوصی سازی ها و صاحبان جدید این صنایع ملی و اسپانسرهای انتخاباتی وجود داره؟ یعنی خصوصی سازی صرفا خودش نیست، شما دست بذارید رو تک تک این کیس ها از جاهای مختلف دولت فساد و رشا و ارتشا میزنه بیرون. تو هفت‌تپه یکی از مدیرای بانک مرکزی چند صد سکه رشوه گرفته، یکی از باز پولسازترین های دولت نهادهای دولتی صندوق ذخیره فرهنگیانه متعلق به وزارت آموزش پرورش که با 5% کسری حقوق های معلم ها و پدر مادرای من و شما که معلم بودن این صندوق شکل گرفته، بیش از 30 شرکت داره که یکیش بانک سرمایه است. این هلدینگ به این بزرگی یک مدیر عامل داره به اسم آقای قندالی، داشت یعنی که الان بازداشته. آقای قندالی مهره سید محمد امامی تهیه کننده این سریال که چه کنم بستر پولشویی شهرزاد بود. تو دادگاه ها مطرح میشد که آقای امامی پیامک میده به، یعنی پیامک های شبونه آقای امامی به همسر این آقای قندالی رو تو دادگاه ها میخوندن. یکی از اتفاقاتش این بود که تا دکتر امشب حالش خوبه فلانی رو بذارید مدیر عامل، بعد پیامک فردا دم شما گرم، مثلا فلانی رفت مدیر عامل کار ما دیگه راه میفته، مثلا ویلای شمشک و فلان روز بیاید براتون هماهنگ بکنیم، فلانی رو وردار یه جواهرش رو پارت بگیر. اینا همه اتفاق افتادن تو پرونده هست. آقای قندالی عزم گرفتنش شکل میگیره، یعنی میخوام برام بگیرنش. ایشون کرمانی تحت حمایت شدید حلقه کرمانی های دولت، در این سطح مقابله میشه با بازداشت شهاب الدین قندالی که در دیدار سال 95 آموزش پرورشی ها با رهبری مسئولین نظارتی خود وزارتخونه و کسایی که باید نفر اول مبارزه با فساد آقای قندالی و صندوق ذخیره فرهنگیان می بودن، ایشون رو میبرن میذارن نفر سوم کنار دست رهبری. مصاحبه های پیاپی تو تلویزیون حتی خندوانه برای ایشون هماهنگ میکنن، برای اینکه هزینه برخورد با این آدم بره بالا، این آدم بازداشت نشه. برگردم به نکته اول، اما تو همه سطوح و با چتر حمایتی مدیران بالاسری و حالا نهایتا این آدم بازداشت میشه، الان زندان دادگاهش قراره به زودی برگزار بشه. یکی از ریشه های 16000 میلیارد تومان فساد بانک سرمایه ایشونه به عنوان یه مدیر ارشد دولتی که مورد حمایت بوده. میتونیم مثالهای مختلفی بزنیم، همین رئیس هلال احمر که اخیراً بازداشت شد، یک سال پیش بحث فساد هلال احمر مطرح شد، دبیر کلش برکنار شد، کلی از مدیراش استعفا دادن، یه جلسه 13 ساعته برگزار شد در مورد بررسی فساد. آقای نوبخ از جلسه اومد بیرون گفت خیلی جلسه مفصل بود، بحث هلال احمر ریشه‌ای من نمیتونم اینجوری توضیح بدم، ما یه اطلاعیه و بیانیه مفصل میدیم توضیح میدیم قصه چی بود. یک سال از اون اتفاق میگذره، هیچ بیانیه‌ای که نیامده بیرون. آقای پیوندی رئیس هلال احمر هم همچنان سر کار بود تا یک قدرت بیرونی یعنی دستگاه قضایی بیاد احضار بکنه، بازداشت بکنه، وثیقه بذاره. باز هم بعد از بازداشت با وثیقه 3 میلیاردی وقتی طرف میاد بیرون و برمیگرده سر کارش، همچنان این مجموعه درونی یعنی درون دولتی نه تنها عزمی برای برخورد نداره که مجوز خروج از کشور براش اوکی میکنه که میره فرودگاه و بازداشت میشه. این که دارم میگم مال همین یک دو هفته اخیره، یعنی کسی که با وثیقه بیرونه و یه متهمیه که ممکنه فرار بکنه و یه متهمی که معلوم نیست چه اتفاقاتی تو هلال احمر فعلا رقم خورده چون دادگاهی شکل نگرفته. همین فکر کنم دیروز یا پریروز سخنگوی دولت مصاحبه کرد، گفتش که هنوز استعفای ایشون به نتیجه نرسیده، ما از نظر فرایندهای قانونی هنوز استعفای ایشون به دست رئیس جمهور نرسیده، یعنی ایشون هنوز رئیس هلال احمره. مثال ها متنوع و لایه‌های مختلف دولت وجود داره، مدیران مختلف گمرکی که من لیست کردم به رئیس گمرک اخیراً دادم و بهش گفتم تا مثلا یک ماه آینده یا اینها برکنار میشن یا رسانه ایشون میکنیم. مدیر گمرکی که توی پرونده قاچاق متهم بوده با وثیقه بیرونه، ارتقا پیدا کرده رفته یه لایه بالاتر. پرونده سایپا رو نگاه بکنید، مدیر عاملش و مدیرانش. پرونده ایران خودرو رو نگاه کنید. از وزارت جهاد در دو سه ماه اخیر حدود 60 مدیر بازداشت شده. یکیش پرونده گوشت بود، گوشتای برزیلی افتضاحی که شکل گرفت رو در نظر بگیرید. مدیر وزارت جهاد رفته تو دادگاه به عنوان متهم پرونده 114 تنی گوشت
که این گوشتا با عرض دولتی اومده معلوم نیست کجاست. جمله‌ای که برگرده بگه چی باشه خوبه. برمیگردم میگم آقا من که مدیر جهاد بودم خودم یه پرونده 5000 تونی کشف کردم، شما اونو ول کردید اومدید من 114 تونی رو دارید میگیرید. افتضاح فساد و تخلفات اداری تو دولت یه بحثه، عدم وجود یه عزم برای برخورد با اون و لاپوشانی کردن و کتمان کردن و بعضن حمایت کردن یه بحث مهمتره که این اتفاق وجود داره. و به نظر من ما اگر بخوایم همینجوری سلسله مراتبی بالا بریم، یعنی از اون مدیر جزء گمرکی شروع کنیم یکی یکی بریم بالا، قطعاً مبارزه با فساد که در واقع زیر ساخت مشروعیت همه مسئولین جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوره، الان برای شخص آقای روحانی از نظر ما به شدت زیر سواله و در واقع به قول خودشون و به قول رفقای هملباسشون زیر عبای ایشون و زیر عمامه ایشون مفسدین اقتصادی و اخلالگران امنیت روانی مردم امنیت دارن و این امنیت باید به هم بخوره و این مطالبه کاملا روی زمین جدی و شفاف و مستدلیه که امنیت مفسدین بخواد به هم بخوره باید اون شخصی که ازشون داره حمایت میکنه بیاد تو تریبون دادگاه. دادگاه برای ما مهمه چون این فرم قاضی متهم میطلبه این قصه. شما یک سری کارها رو رقم زدی در طول 6 سال که توی خیلی از اونها متهمی و باید بیای جواب بدی. سازوکار قانونی که تو قانون اساسیمون پیش بینی شده، دیوان عالی کشور و غیره، شروعش میتونه این باشه، محاکمه شخص رئیس جمهور و نهایتاً بررسی عدم کفایت سیاسی که یه لایه به نظر من بعدیه که میتونه ابعاد مختلفو کنار هم بذاره بگه خب حالا این کفایت سیاسی نداره. و نکته مهمترش اینه، پیشگیری از 2 سال آینده یه وظیفه مهم همه ما و همه مسئولینه. آقای لیلاز به آقای روحانی توی این داستان بنزین یه جمله به نظر من کلیدی گفت که اگه بهش فکر کنیم خیلی جمله خطرناکیه. ایشون گفتش که فریب اعتراضات مردمی رو نخورید و اصلاحات اقتصادی به تعبیر خودشون اصلاحات اقتصادی رو ادامه بدید با قدرت. من حسم اینه که دولتی که الان یه کابینش توی اوین شکل گرفته و از نظر آبرو دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداره، از نظر افکار عمومی هم محبوبیتش 7%، چیزی برای از دست دادن نداره و ممکنه ما هر 2-3 ماه یک بار از این قصه ها داشته باشیم خدایی نکرده. لذا هر جا این داستان رو قطع بکنیم بردیم، انشالله که تا قبل از 22 بهمن قطعش میکنم.